پایش‌های هفته، پایش‌های شفتیم شفتیم به شفتین زن خواه به خواه شعره خواه که قاضی ها و کسایی که قوانین تورا رو به اجرا در میارن اینها رو قرار بدید بر اون دروازه هاتون. خواهیم در این زمینه صحبت بکنن نسبای این که هر شهر یهودی احتیاج به قاضی داره، احتیاج به پلیس داره که قوانین تورا رو به محله اجرا در بیارن. اگه شما واقعا نگاه کنید در سوسایتی هایی در اون جماعت هایی که کسایی هستن که تورا میسپوت رو نگه میدارن اون کرایم و اون جنایت ها کمتر از هر جای دیگه هست. تو ارس اسرائیل، یروشلیم، بیتر، جایی که یهودی هایی هستن که تورا میسپوت رو خوب نگه میدارن باروخ هشم دزدی و خیلی از کرایم های دیگه خیلی کمتره. ولی متاسفانه جای دیگه هست که می‌بینیم که چقدر مافیا قدرت دارن، چقدر تو خودشون ناراحتی ها هست، چقدر کرایم و غیره هست. به غیر از این خخامین به ما یاد میدن که شفتین به شرطین تیتن نخواه به شاره خواه داره اشاره میکنه به شعاریم و دروازه های هر فرد یهودی. یعنی بجز این که یه قانون اصلی وجود داره که هر شهر یهودی احتیاج داره که اونجا قاضی ها و پلیس هایی باشه که بیان و این قوانین تورا رو به اجرا برسونن، به جز اون هر شخص یهودی هم خودش موظفه که پلیس خودش باشه، که موظف خودش باشه. به خود شارخا داره اشاره میکنه حالا بنشخی زرخ سلیل و خواه و پشتان ها میشون میفهمین که شارخا داره اشاره میکنه به دروازه های هر یهودی. مگه انسان دروازه هم داره؟ بله. دروازه های ما دروازه های پنجگانه است. در واقع چشمانمون، بینیمون، گوشمون و دهانمون که اینها هر شخص یهودی باید مواظبش باشه. با چشم چه چیزی میبینه؟ از تمام این دروازه ها خطرناکتر چشمه. کسی که با چشم چیزی رو میبینه خیلی دیرتر از حافظش میره. همین خیلی آدم باید مواظب باشه با چشمش چی میبینه. جایی که لباس های باز هست، جایی که کنار ساحله نره. خواهی میفهمن یک شخصی که بره کنار ساحل و یه وقتی خسر شالوم این مثلا خب اونجا ممکنه کسایی باشن که خانم هایی باشن که لباسشون پوشیده نیست و اونجا بره بگه من چشمم میبندم، یه همچین کسی تیپش خونده شده، احمق. چطور ممکنه شخصی جایی بره خودش رو بذاره تو مکم سکانه بگه من چشمم میبندم یا رومو اون بر میکنم خود تو گول میزنی. خواهی میفهمین غذایی که آدم میخوره باید مواظب باشه از دهانش چی وارد دهانش میشه و چی خارج میشه. لاشون هر نگه غذای غیر کوشر نخوره، هر جایی هم غذا نخوره ببینه مشکیه خست یا نیست. یه نفر میگه من خودم مواظبم اون مشکیه بالا سرش نیست، چطور میتونه آدم اطمینان کنه؟ مردم همه مواظب اون جیب خودشونن. ببخشین گلرد کوشره، گوشش از کجا میاد، کی بالا سرش بوده، کی پخته، آیا یه غیر یهودی غذا رو پخته، آتیشش رو کی روشن کرده، یا یهودی روشن کرده، یا بالا سرش بوده، یا غیر رو. مردم میگن ما این ماهی میخوریم، تو همون ظرف ماهی که پخته میشه ممکنه گوشتی پختن، ممکنه چیز غیر کوشر پختن، یا از این گذشته کی گفته که ماهی رو میتونه یه غیر یهودی بپزه برات؟ ماهی هم حتی بعد یهودی بپزه یا برای آتیشش رو حداقل یک یهودی روشن کنه. و خیلی قوانین دیگه. شخص با گوشش چی میشنوه؟ باشون رو میشنوه؟ با بینیش چه بویو میکنه؟ بخوابه میگن آدم نبایدش بوی رو بکنه که باعث حبس بریش بشه به چیزایی که خیلی کشده. عصبهای خانومهایی که بیش از حد هستش، این یک زن یهودی نباید عصبی بزنه که این بیش از حد روش بیاد و غیره. بنابراین خیلی جزئیات زیاده ولی خخامی به ما یاد میگیرن اگه کسی اون شعریم خودش رو مواظب باشه یه خودش به خطر کشیده نمیشه. بنابراین اصل این شعریم از تک تک ماست. اگه ما خودمون مواظب این شعریم باشیم در واقع اون شعریمی که از دروازه های شهر هستش که بعدش درش قاضی و پلیس و کسایی که قوانین تورا رو بر به اجرا برسونن واقعا اونا فرمالیته میشن. یا هر کسی مواظب به اعمال و رفتار خودشه و واقعا هم همینطور بوده. به دینی که هر 70 سالی
می اومده و یک یهودی رو مجازات میکرده، این به دین خیلی سختگیری محسوب میشده. چرا که اصلا واقعا لازم نمیشه اگه آدم قوانین تو رو انجام بده. ای بخنانی هم به نمشوی من را از حق دشمن کن لذکر دیستاید دفیق اخوان لعن تو رمز